Bu muhimterin xabara guzoriş oyuruz barnama itiroti payğom az televizyoni simoy şahri Panjakent Manzura Tanaz. Assalamu alaikum. Корҳои бунёдкори ва созандагии ба истиқболи истисолагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру Деҳотамон идома дорад. Дар ин раванди шоиста, ки онро метавон Марраки Нангу номиси ватану ватандорӣ номид, аҳли заҳмати ҷамъияти саҳоми асл намунаи ибратанд. Гузориши хабарнигорони мо Язнатхон Мавлонов ва Исмоилҷон Холов дар ин бора омода шудааст ва ҳоло пешкашатон мегардад. شتابلی که خبر داده بودیم کورهای اسفالت خوابانی از طرف کارمندان جمعیت سهامی کشاده از در شهر بوستانی همان با موفقیت ادامه دارد. این مراتبه بعد انجام فعالیت در کوچه لوغ شهر کارگران در کوچه بربد مروزی فعالیت داشتند و کورهای تخت و هموارکنی کوچه را انجام می دادند. در این سمت تکنیک سمرناک استفاده می شد و به زمین هموار شده نخست آب می زدند و این یک نوع آمادگی بود به خواباندن اسفالت. یکی از مسئولان کارخانه اندیشه های خود را از فعالیت همکاران چنین بیان داشت. رجب مصور سردار انشاءات مفرشکنی شروعهای شهر پنجکند کارهای ذکر شده را جمعیت سهامی کشاده اصل به عهده گرفته است. این حال تا امروز کوچه بنام لایق شیرالی مفرشکنی به اتمام رسانیده کارهای تخت و هموارکنی و تیار نمون تحکرسی برای مفرشکنی در کوچه باربود مروزی ادامه دارد. جایی که برای کارگران شرایط مساعد فراهم آورده می شوند آنجا روحی بلند مهنتی احساس می گردد. در صحبت با یک نفر سابق دار مهنت که اینجا چی سال اینجا نیم فعالت دارد همین غمخواری مسئولان جمعیت سهامی کشاده است تحت رهبری صدرالله عنایتوف یعنی تشکیل خوراکیگر تاکید شد. من خالقم شوریم باشم 40 سال بازو همین پیمگت و اسب کار میکنم خود خوراک هر سه وقت اولین میشد رئیس شهر پر احمد همیشون تشکیل کرد مثال اصلا کسو گیم مثال کرد سلوات سی سال بگیریم این شهر ما آباد بگیریم که آباد بگیریم. هدف سازوار پیشواز گرفتنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. اون روز همین فکر هم از طریق مسئولان و هم از جانب کارگران عادی تکرار به تکرار تاکید می شد. ما اصل گرفتیم که در روح نزدیک تا استفاده این ساعت مسئول رزیز به اتمام رسانده توفه سازوار برای پیشواز گرفتنی 30 سالگی استقلالیت سهم خود را گذاریم. کوچی بربد مروزی منطقه‌ای که آباد زیبا خواسته منفرش شدنش را از کودکی 7 ساله تا پیری 70 ساله اینجا یاد ندارند و اینک اینجا را زحمت سافترانی کارگران بننگ و نامسی جمعیت سهامی کشاده است آباد زیبا و منفرش میگرداند. کارگران خوشنودی از آن دارند که آرزوی چندین سالی ساکنان این کوچه ماست امروز با شرافت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با نیرو از متلاش و سخاوت همتشان عملی می گردد. در کمیجروی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند برای در سطح بلند گذراندن مجلس های حساباتی در تشکیلات های ابتدایی حزبی آمادگی ها ادامه دارند. با مصاحبه ما توجه نمایید. توزیبای سالزاده رهبر دفتر مطبوعاتی کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند. طبق آیین‌نامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هر سه ماه در تشکیلات های ابتدایی حزبی مجلس های حساباتی برگزار می شوند و این معرکه مهم برای تشکیلات های ابتدایی حزبی در کمیته اجرایی شهری آغاز شده است و حالا همه روزه در یک چند تشکیلات های ابتدایی طبق نقشه که کمیته اجرایی تهیه کرده است مجلس های حساباتی برگزار می شوند. در آنها مسئله های مهمی حیات حزبی از جمله حسابات رئیسان تشکیلات های ابتدایی شنیده مسئله های مهم روز از جمله آبونه به نشریه های حزبی بررسی کرده می شود. طبق نقشه فعالیت کمیته اجرایی ولایتی حزب در این مجلس های حساباتی بازدید اشتراک و بازدید رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوئد اسماعیل زاده زلفرخان مرتضی خان در نظر داشته شده است. در این سفر رئیس کمیته اجرایی ولایتی همراه رئیس کمیته اجرایی شهری حزب
از تشکیلات ابتدایی حزبی بازدید میکنم. در مجلس‌های ابتدایی مجلس‌های ثباتی تشکیلات ابتدایی حزبی اشتراک می‌نمایم. محتوای این سفر، مقصد این سفر پیش از همه معرفی نمودنی شرح و تفسیری بازدیدی پرزیدنت ازبکستان از جمهوری تاجیکستان شرطنامه هایی که در این سفر بین این دو جمهوری برادر بسته شد، اهمیت و ماهیت این شرطنامه ها، همچنین وظیفه های تشکیلات ابتدایی حزبی در دوره آمادگی به جشن 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان است. در حقیقت تشکیلات ابتدایی حزبی موظف هستند که طبق آیین‌نامه وظیفه های خود در این دوره معین نمایند، فعالیت خود در سه ماهه دوم بررسی کنند، از آن نتیجه گیری نمایند و نقشه های هم فعالیت خودشان و هم مخصوص خانش های سیاسی در سه ماهه سوم و دوم نیم ساله دوم سال معین نمایند. باوری داریم که رئیسان تشکیلات ابتدایی حزبی به این معرکه مهم آمادگی جدی میبینند و این معرکه در سطح بلندی سیاسی و تشکیلی برگزار میشود. ادامه برنامه. چرا در فصل بهار و آغاز تابستان نرخ زرجامه تا 10 سومانی بالا رفت؟ خبرنگارانی ما این موضوع را پیگیری نموده در باره نرخ محصولات کشاورزی از بازار مرکزی شهر گزارش آمده نمودند. توجه نمایید. هفته های اخیر بالا شدن نرخ زرجامه در بازارهای شهر و دیهات پنجکین مردم را نگران کرد و خریداران احساس کردند که پس از با مراتب ها زیاد شدن نرخ روغن رستنی زرجامه تا حد 10 سومانی نرخش بالا رفت. در بازار مرکزی شهر پنجکین در این باره ما با خریداران، فروشندگان و مسئولین بازار هم صحبت شدیم. آنها تاکید نمودند که سال روان با نامساعد آمدن آب و هوا استحصال زرجامه سبزی خیلی کاهش یافت، از طرف دیگر نه همه مردم از زمین ثمرناک استفاده میبرند. برای چه همین سال همین زرجامه قیمت شد؟ استحصال همین زرجامه هم دهت همه کامتر کرد نسبت هر طوله. برای چی کم کرد؟ برای اونکه همه مازین کرد خرچ که بسرتر کرد و زرجامه کامتر استحصال شد. همین سال کامتر شد. برای چی نرخ من پس نمیخورم نرخ کارتوشکا؟ خرچه نسبت موی فیر از آنچه ارزون کرده چونکه محصولی که دون برون بده چند بلو دید کارتوشکا؟ یکنیم سون فرق بده بازه کارتوشکا عدوسون تا چور سون بده چور سومانی ها؟ موی فیر را چور دیم پنی سون بده مثلا درباره پیاز بگم که بسیاری ها پیاز ها رو پنهان کردن بهار پیاز ها نابود شد و در بهار پیاز ارزون شد طلبود پیاز کارتر دارم نیست درام وارد که ذخیره کرد پیازا بهار با کمتر استفاده کرد چند بود شد پیازا بهار با ارزان شده نسبتا از سیتکش تا ده سون پنج سون آمده دیگه ما مجبور اون را پرد رو پیازا کرد چی باید کرد که من همین این محصولات که اساس ارزان شود این محصولات که سپونسر باشد بازار کمتر یا که نفر چی باید دیگه ما بازار کمتر نمیدونیم سپونسر باشد زخیره کرد مردم را یک معنیشون یک تا انبورهای تلاسوز آه دیگه که باشد که زخره شما مردم دیگه نوحه ها با هست یا نوحه پنج کرد برمی چیز مردم دیگه انبور ها انبورهای باید برای زخره برای زخره نیست هم برای باشد اگر زخره مردم میشه منم شما بزرگ میگردید هم سال نرخ ها چکه نوبش که آلفا چه نقص مثلا برای همین سبزی هم مثلا قیمت مثلا برای چی همین در دیه ها مثلا در همین دیه های چوربا و کوسترو سودا که مردم سبزی میکنه چی بده میکنه سبزی تنبل شده اوه ها تنبل شده کلمه نه خونه نمیکنه هم مثلا زمین ها هم تو خام رفته است کار نمیکنه بله بله درآمد از هر طرف درآمد باید میبیاد دیگر منبع ها هست منبع ها هست به همین خاطر کار نمیکنه هم میشه زمین ها بکر
از طرف رهبریت بازار مرکزی شهر پنجتین برای تامین بازار با محصولات کشاورزی تدبیرها اندیشیده می شود، ولی از سبب کم بودن استحصال زرجمه این مسئله تا حال حل خویش را نیافته است. و چی به همین سال در پنجتین سبزی بسیار قیمت است؟ سبزی همین سال کشتی نقش حاصل نمی برای ما بسیاری سبزی از دیگر بسیاری نفس کنگیر کمتر ولی هست کم حضور دیفانز دیگر زدیم هم سبزی کشتگی کشتی دادگی نیم هم دادگی نیم مرکوشکن در خشکن خشکن نری خشکن فروم از دو سنو تا چور سنو از این سورت کلان کنم کلان کنم یک چی داشت بسیم برای داشت بسیم سینی بسیم اصلا سینی بسیم کلان کنم از داشت یک نفر بانو مطلوب خان که در بازار مرکزی شهر پنجتین هم به تجارت و هم به کارهای کشاورزی در خواجگی دهقانی خویش مشغول است، اظهار داشت که سال روان واقعا استحصال زرجمه خیلی تشویش آور بود و آنها روزهای آخر اساسا از حساب واردات زرجمه ازبکستان به مردم این محصولات را پیشنهاد میکنم. زرجمه قیمت شده از سببی کاریش میکنم بازی در وقت نه زرجمه بزا در آمده از در آمده اینجا باید بیر رسپو بکنم هست هر رسپو بکنم شده زرجمه سوزی چیزی نه آمان دو بشکر که ایخ تایم نه نه سمی چیز دو پدری همین زرجمه که در خلاده نیم داشت همین خوزمه توانی رو زرستا هزار بار رحمه که ایخ تا وقت داشت در جریان شناسایی با نرخ محصولات کشاورزی در بازار مرکزی شهر پنجتین سردار شعبه به معیاردراری تکنیکی و استانداردهای مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهر پنجتین علیشیر نورمحمدوف و متخصص بخش نظریات سودای مرکز نظیرجان نرزقلوف با ما همراهی نموده با صاحبکاران و تاجران پیرامون رعایه طلبات استانداردهای دولتی مخصوصا خدمت رسانی در بازارها و رعایه نرخ و نوا توصیه و مصلحت های مفید دادن. در بازار مرکزی شهر پنجتین و دیگر بازارها در برابر کمی پست رفتن نرخ بعضی محصولات تا به حال نرخ زرجمه و قسمان کارتوشکا قیمت باقی مانده است و ما امید میکنیم که اگر از طرف ریاست کشاورزی شهر پنجتین در اساس دستور سپارش های رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌آقای احمدزاده نقشه‌بندی کشت در خواجگی های دهقانی به نظام درآورده شود، آنگاه ما می توانیم بازار استعمالی را با محصولات کشاورزی فراوان و ارزان تامین نماییم. گزارش عباس همراه‌زاده اسماعیل جان خالف از بازار مرکزی شهر پنجتین. یکی از مسائلی که امروز باعث نگرانی است با اوبینشوکی تأمین آمدنی اهالی به حساب می رود. تحلیل ها نشان می دهند که یکی از سبب های این کمبودی صرف کرونا استفاده نبردن آب آشامیدنی از طرف ساکنان علاقه شهر می باشد. مصاحبه ما علاقمند است به همین موضوع. من عظیمف رستم حقوق‌شناس اداره آب و کانالیزاسیون شهر پنجتین می باشم. تأمینات آب نوشوکی در شهر پنجتین پس از استاد گذراندن رئیس شهر پنجتین محترم عبدالخالق خالق‌زاده وضع تامینات آب نوشوکی تا جای بهتر گرده شده است. حاضر پس از انتشار کردن جدول کاری تجهیزات آبکشی پایگاه های آبکشی قینرتو ظرفشان قبالا با اقتدار پورا کار کرده شده است. آبی که استحصال کرده شده شده است در پنجتین ما بسنده است، اما آب استفاده برندگان محترم ما آب نوشوکی را صرف کرونا استفاده نمی برند. من چند پیش ریدها گذارنده شد در محله ها با همراهی من صدا و سیمای شهر پنجتین
آپای خاندانا شاده موندگی وینتیلای آبا را محکم نمی کنند. در بعض خانه ها مروت های محکم کنی آب عموما نیست. مردم به این اعتبار نمی دهند. در بعض موارد ها مردم بسیارتر در وقتی گرفتن آب نشاکی برای استفاده زندگانی بعضور با زمین های پالایزی خود آب می مانند. که این با تنقیسی آب نشاکی به خودی مردم می باشد. از مردم شرفمند پنجکن احترامان خواهش می نمویم که استفاده بری آب نشاکی را از روی انصاف براه مانند، چون که گفتند که انصاف داری برکت داری. برنامه را ادامه می دهیم. گروه خوانندگانی سینفوی بالایی مکتب شهرمان از سسی 42 اکادمی خردی اکادمی علمهای جمهوری با دستاوردهای نظر است برگشتند. به ادامه موضوع توجه نمایید. در تالاری مکتب بین المللی پریزیدنتی شهری دوشنبه 42 سسی اکادمی خردی اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در سسی مکتب بچگان سینفوی بالایی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی از تمام مناطق کشور اشتراک نمودند. در آزمون از ولایت سوخت از جمله از شهر پنجکن نیز خوانندگان اشتراک نموده با استعداد و لیاقت خود شهر را معرفی نموده و سازوار جایهای نمایان گردیدند. من مفتی فضیجان، خواننده صنف 11 ای لیسه شهر پنجکند. ما همگی 7 نفر از شهر پنجکند در آزمون اکادمی خرد علم ها که در شهر دوشنبه دوره جمهوریوی شده گذشت اشتراک کردیم. از 7 نفری که از شهر پنجکند رفته بودیم 6 تایمون جاهای نمایان را سازوار شدیم. من شخصا خودم باشم اگر سازواری عنوانی عضوی وابسته اکادمی خرد علم ها را گرفتم از بخش استرافیزیکا با کار علمی تحقیقاتی خود. در عین زمان من علاقه عضوی اکادمی خرد علم های جمهوری تاجیکستان به حساب می روم. ما جوانان با اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و حکومت کشورمان عرض سپاس خود را می خواهیم بیان نماییم تا اینکه به شرافت آن کس و به شرافت حکومتمان چنین آزمون ها و چنین اقدام ها راه اندازی نمودند تا اینکه ما جوانان در آینده برای آینده ملتمان برای آینده سازی کشورمان سهم خود را گذاریم. و فکر میکنم که هر یک جوانی که در آنجا اشتراک کرده بود و شخصا من خودم از خردی کوشش میکردم و حاضر کوشش میکنم و در آینده کوشش آن را خواهم کرد تا اینکه تاجیکستان عزیزمان را در سطح جهانی معرفی نمایم. اشتراکچیان از رفت آزمون خیلی قناعتمند بوده و نظری خیش را چنین اظهار می دارند. من امین فضیلشاد خواننده صنف دهمی مؤسسه تعلیمی نمبر 15 شهر پنجکند هستم. من نیز یکی از اشتراکچیان فعال 42 سسی اکادمی خرد علم ها بودم و ما از شهر پنجکند تقریبا 7 نفر از شهر پنجکند به 42 سسی اکادمی خرد علم ها رفتیم. در آنجا از تمام گوشه و کنار تاجیکستان زیاد از 800 نفر اشتراکچیان در این آزمون اشتراک ورزیدند، یعنی از روی 20 نامینیا بین همدیگر قوا آزمایی نمودند. و آزمون اکادمی خرد علم ها چون هر ساله نسبت دیگر سالها امسال بسیار در سطح عالی یعنی در سطح بلند گذشت و من که خودم اشتراکچی نامینیا استرافی فیزیکا بودم اعضایان جوری بسیار سختگیر بودند و در آنجا آزمون در یک چهلی که گفتم در یک سطح بلند گذشت و به یگان خطاگی آزمون را جنبست نمودند. و من در سطح جمهوریوی از بخش استرافیزیکا با کار علمی خودم جای اول را اشغال نمودم و راضی هستم از سطح گزارش آزمون. و در آخر مینداری خودم را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم که ما جوانان چنین اقدام ها را برای باز هم خوبتر و نستر شدنی سطح دانشی ما در هم سطح هم فرهنگی هم سطح علمیش به ما جوانان یعنی چنین اقدام های نیک را پیشکش می نمایند.
واقعاً بویسی ذکر است که در کشور با ابتکاری رهبری خیرات پیشه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان آزمون‌های زیاد بهره جلب جوانان به علم آموزی و از پی اختراع‌کاری گردیدن ایشان به راه مانده شده و بهترین اقدام برای دریافت چهره‌های نو در ساحه علم باشد کسیف چنین جوانان لیاقتمند زیاد گردیده و بهره پیشرفت و به جهان معرفی نمودن تاجیکستان عزیز سهمگذار باشند بینندگان عزیز حالا با یک اعلان توجه نمایید. اتفاقی کسبای کارمندانی معارف شهری پنجکنت با دقت اهالی میرساند که دور اول استراحتی تابستانه لاگر چلارچا سنه 23 ایونی سال روان آغاز مییابد. با لاگر کودکان سن از 8 تا 13 ساله جلب کرده میشوند. برای دسترس نمودن راحت و معلومات با اتفاقی کسبای معارف توسط تلفن های 92 714 9743 و 92 941 7272 مراجعه نمایید. باری دیگر رقم های تلفن را تکرار میکنم. 92 714 9743 و 92 941 7272. بینندگان عزیز در همجا برنامه تلویزیونی پیغام با پایان میرسد. برای هر یک شما تنظیمات و سربلندی را خواهم خواهید.